سلام کمتر از یک هفته دیگر به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده آمادگی ها مشکلات کاستی ها و نگرانی ها در باره این انتخابات در چه حد هستند دسته های انتخاباتی با چی برنامه و چی وضع راهی انتخابات خواهند شد مهمانم در فراخبر امشب آقای علی احمد عثمانی رئیس کمپین های دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله است آقای عثمانی به فراخبر خوش آمدید از دسته انتخاباتی و شما و نام ای دسته میخوایم آغاز بکنم تغییر آوردین در نام ای دسته در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نام دسته انتخاباتی آقای عبدالله اصلاحات و همگرایی بود و اکنون ثبات و همگرایی شده دلیل هم چون این گفته شده که اصلاحات تکمیل شده و اکنون نیاز به ثبات است از کجا مطمئن هستین که اصلاحات نهاییست و عملی شده سلام می میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و تشکر از دعوت شما <تصفح> نه خیر اصلاحات تکمیل نشده بلکه یک مشکل بسیار جدی به وجود آمده در حکومت که او اصلا زمینه اصلاحات را از بین برده و یعنی بستر اصلاحات در حال حاضر وجود نداره باید یک کار عمده دیگه انجام بشه تا زمینه اصلاحات فراهم بشه و او کار چیه؟ او بیسباتی در حکومت داریست، بیسباتی در اوضاع اقتصادی و سیاسی. است. فقط یک بحث، یک فاکتور از این فاکتورها ما میخوام اگر اجو... نمود دلیل ما گرفت توضیح بدم که یعنی چی. تا منظور ما بینندگان عزیز بفهمن که بحث ما و روایت ما و دیدگاه ما چی است که تغییر را وردم. تنها در مباحث حکومت داری بیسباتی مباحث میکنم. در حکومت داری شش نو سبتی وجود داره. اولین بیز اولین نوع بی در حکومت داری بی در تغییر در مقامات حکومت. شما اگر کابینه حکومت وعدت ملی نگاه کنیم تا تا کنون تا برج جوزا در حدود بیش از یک وزیر در کابینه کار کردن یعنی ضریب تغییرات وزارت ها نزدیک به پنج بوده. این تغییرات بر نیاز نبود. خب ببینیم حالا یک یک بحث متر است در رابطه با تغییرات بحث بسیار جدی متر است که تغییر تا چی اندازه حالا به خاطر مقدار تغییرات ما درک کنیم یک مقایسه میکنیم با کشورهای دنیا با حتی خود افغانستان که شاید بعضی از عملکردها از اونم قابل قبول نبوده باشه و زیر, زیر انتقاد قرار داشته باشه اگر این کابینه این تغییرات ما مقایسه کنیم با دوره دوم حکومت رئیس جمهور کرزی در حکومت رئیس جمهور کرزی 47 وزیر در طول پنج سال در کابینه کار کردن اینجا بیشتر از صد و ده وزیر در دو... بیشتر از دو برابر شده. بیشتر از دو برابر این ای دلیل میتونه دو در حکومت باشه یعنی قدرت پنجا و پنجا. به هیچ عنوان دودستگی حتی یک مقدار باعث ثبات شده یعنی وجود ریاست اجرایی می اشاره میکنم اگر اجازه بدیم اگر این با دوره اول رئیس جمهور کیزای مقایسه کنیم در اون زمان ذریب تغییرات دو, دو بوده یعنی 53 وزیر در کابینه کار کردن حالا بیایم بریم به سطح دنیا فقط با یک کشور به مقایسه میکنم کدوم بله کابینه دیوید کامرون قبل از برگزیت یکی از کابینه های متغیر بود وزیرا تغییر میکردن روزنامه ها انتقاد های زیاد مطرح کردن در خود انگلستان که چی اندازه تغییر کلمه به نام چرم 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 در اونجا مطرح شد ولی فکر میکنیم تغییرات چی اندازه بوده ذریب تغییرات یک 36 است یعنی 66 درصد زیرا تغییر کردند. این اندازه قابل قبول نیست ببینیم در کابینه وقت کابینه تشکیل میشه معمولا همراه با رئیس جمهور وزیرا کار میکنن تا آخر بله. و در صورتی که در حکومت ولایت ملی گفته میشه که تغییر و تبدیل یک امر عادی و یک اصل از نه خیر اصل است ثبات اصل است تغییر و تبدیل یک امر غیر ناکارایی در کار باشه نیاز نیست خب بله بله این در کار ای این ای خود از ای یک سوال ایجاد میکنه که پس گزینه شما و شیوه گزینه شما اشتباه بوده چند بار ما وزیر داخل چیز رو بحث کردیم با شما در میان بگذارم آقای عبدالله تا اکنون هم 50 درصد از صلاحیت های حکومت را در دست داره اینا هم دخیل بودن در بی ثباتی در حکومت در ثبات دخیل بودن نه در بی ثباتی ببینیم قدرت 50 درصد در, در دست ما ما در کابینه حکومت وحدت ملی 13 وزیر از تیم رئیس جمهور داشتیم و 12 وزیر از تیم رئیس اجرایی هیچ یک از وزرای رئیس جمهور حالا در کابینه وجود ندارن اما از وزرای تیم رئیس اجرای پنج وزیر همی اکنون به کار خود ادامه میدن از روز زمان تا از زمان تا حالا بله از ابتدای از زمانی که از شورای ملی رأی گرفتن تا کنون وزیر خارجه داریم منوز وزیر ماجری داریم وزارت عدلیه داریم وزارت وزارت زنان داریم خب البته اون کار ندارم که سرپرست هستن یا غیر سرپرست دو تا توجیه وجود داره ولی به هر حال در حدود 40 درصد از وزرای تیم رئیس اجرایی تغییر نکردن و تعداد زیادی از وزرا که تغییر کردن با ناراحتی رئیس اجرایی یکی از خود خود همین وزیر است که در مقابل شما نشسته است که یعنی دکتر یعنی عبدالله مخالفت کرد یعنی با این قضیه دکتر سب عبدالله چیزی که حقشون بود به دست خب ببینیم ای, ای, ای که نتوانستن یک بحث بود که یک بحث جدا از این بحث است من نقش اجرایی در ثبات نقش ریاست اجرایی در ثبات در کابینه حکومت وحدت ملی بس میکنم که در تیم خود چهل درصد ست... متوجه آقای عبدالله در ست... هست در 50 درصد که زیر داره داشت چقدر تانست دستاورد داشته باشه؟ خب ببینیم خود همی, خود همی مسئله بحث ثبات در وزرا یکی از مباحث بسیار جدی است که خود امیر میبینین شما که در خود تیم خود تانسته که 40 درصد ثبات رفت کنه و در, در مجموع 20 درصد ثبات رفت کنه آقای عبدالله وقت شما با نیروی معروف و پی پی از بلد. وزارت انرژی و آب بیرون کشیده شدین واکنش آقای چه بود؟ خب ببینیم باید به یک مقدار بریشه و اصل قضیه برگردیم واقعیت قضیه را اگر بخوایم مطرح کنیم در خود تیم ما هم دو تا و... برداشت وجود داشت برداشت اول برداشت ما و یک دست دوستان بود که باید مقابله به مثل بشه در مقابل هر کار آقای اشرف قنی شبیه از اون عمل بشه تشنج میکنن تشنج کنیم چرا که کشور از همه ماست حکومت از همه ماست باور دیگه باور بزرگای ما بود که نه اگر ما تشنج کنیم چی مشکلی به مقابله به مثل کنیم چی مشکلی به وجود میاد اما بحث تشنج تا مقابله به حق خب ما ب... خب باید ب... در مقابل کارا از اون ما مقابله به مثل میکردیم ببینیم چی صورت میگرفت ما در سر وزیر داشتیم اونا هم در سه بخش وزیر داشتن در امنیت ما وزارت داخله را داشتیم در حکومت داری ما وزارت عدلیه را داشتیم در توسعه ما وزرای زیاد داشتیم اونا هم در این بخش وزیر داشتن اگر این مقابله به مثل صورت میگرفت چی میشد حکومت با بن بس مواجه میشد اول ارسای امنیتی با بن بس مواجه میشد تعداد کشته ها ما بیشتر میشد انتحاری ها بیشتر میشد زخمی ها بیشتر میشد باز امیر سونا امیر جامعه مدنی همه مردم افغانستان بودن که انتقاد میکردن و انتقادشون هم درست اما, اما بس تشنج مسئله مسئله دوم اخیرا میخوام براتون نمونه بیارم یک فرمان رئیس جمهور یا حکم رئیس جمهور درباره بررسی وجود فساد در وزارت امور خارجه معلق شد اصرف ریاست چور از ریاست اجرایی چون از این صلاحیت پیش ازی کار گرفتن نه کار کار گرفته شد کار گرفته شد, کار شد. شاهد قضیه با با خود معصوم که با با سه بار با 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 سه بار حداقل سه بار خود ریاست جمهوری ریاست جمهوری میخواست که انمی حکومت برکناری اجرا کنه اما بالاخره رئیس شار... اجرایی رئیس اجرایی حضور داشت در اینجا در همو زمان هشدار داده شد که به هیچ عنوان ما این حکم قبول نمی‌کنیم در بار آخر خود رئیس اجرایی در کشور حضور نداشت ناگان اینا یک حکم بدون اینکه مشوره کنن بدون اینکه موضوع در جریان بگذارن با ریاست اجرایی آمدن طرح کردن و خب مقابله به مثل ریاست اجرایی هم دیدین بالاخره شد. بالاخره از حق دفاع نشد حق بگین هر چیز بگین دوازده وزارت مربوط ریاست اجرایی بود با چنین بی‌باوری شما چگونه پذیرفتین که رئیس کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری دکتر عبدالله شد. خب ببینیم ما به شما گفتم دو تا باور بود. اگر باور ما تحقق پیدا میکرد چی میشد؟ واقعیت داستان که با اما در امو سرسه که بیان کردم مرسی امنیت خراب میشد حکومت داری اگر ما بیرون میشدیم در تدارکات ملی فساد بیشتر بله بدون تشنج هم ممکن بود جلب بیشتر. خوب خب با, آقای اشرف غنی بجز مقابله به مثل هیچ رای وجود نداره اگر ما از حکومت بیرون میشدیم حکومت داری هم خراب میشد در نتیجه فساد در از جمله تدارکات ملی بیشتر میشد اگر ما بیرون میشدیم توسعه هم با بن بس مواجه میشد یعنی که وزیرای تیم ما به یک سمت و وزیرای تیم از اون به یک سمت در باره نام دسته انتخاباتی می خویم بسیار کوتاه گفتین که اصلاحات وضعیت بدتر شدن نیاز به ثبات پیش آمد در بحث همگرایی که در پسوند نام حکومت افغانستان هم حکومت وحدت ملی اضافه بود کار شده که همچنان تاکید بر اصل است خب ای خو شما وضعیت تفرقه ملی خبر دارین که به چی سطح رسیده اجازه بده من اگر بگذاریم که ما یک یک مقدار ما توضیح کنم کوتا تر توضیح میدم در شکست هماهنگی در حکومت وحدت ملی یکی از مسائل بسیار جدی است رئیس جمهور نتونست با معاون اول خود بسازه رئیس جمهور نتونست با رئیس حکومت داری خود بسازه رئیس جمهور نتونست با ولیای خود بسازه نتونست با جنرالای خود نتونست با وزرای خود همکاری داشته باشه این اتهام است ای اتهام اتهام خب مگر با جنرال سب دوستم اونا حاضر شدن کم کنند. اونا گفته میشه پرونده دارن خب آقای احمدی او چی مشکل داشت وزیر انرژی و آب چی مشکل داشت خب ما هم سوالا رو با جواب بدن که چی با چی مشکل داشت بر میگردیم با شما آقای عثمانی و ادامه فراخبر تو چند لحظه دیگه ادامه فرا خبر آقای کمتر از یک هفته به روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده به هفته آینده گواه رویداد مهم خواهیم بود چرا انتظار به دست آوردن رأی بیشتر مردم افغانستان ندارید ویژگی ها و یا هم ویژگی دست انتخاباتی ثبات همگرایی چیست اولا تکیت انتخاباتی ما بر مبنای یک روایت تاریخی شکل گرفته که این روایت در دوران جهاد و مقاومت متولد شده در طول 18 سال گذشته این روایت پخته شده و اکنون به یک مرحله از پختگی بسیار کامل رسیده این روایت خب این ای ای روایت مبنی بر این که اگر ابتدای کنفرانس بون شما بیاد داشته باشین کسایی که امروز روایت داره این تکت ما هستند حاضر شدن بدنه قدرت به بقیه نیروها گذار کنند که تا یک دولت ملی به وجود بیاید بر اساس ای دولت ملی ما بتوانیم کمک های خارجی با خود داشته باشیم گرچه مستقترین مردم برای گرفتن بدنی اصلی قدرت بودن به خاطر این دو مسئله در منافع ملی گذاشتند و این مسئله شکل گرفت و این کمک به کشور سرازیر شد متاسفانه انتظارات که ای که دش در حکومت او برآورده نشد که یک حکومت مردم سالار یک حکومت آری از فساد داشته باشیم که ای برآورده در نشد در حکومت بله تا حدود ف... وجود داشت اگرچه شدت فساد به مراتب بسیار کمتر از امروز بود هیچگاه این شدت فساد تا سقف حکومت نگرفته بود بلکه در پایین تر از ریاست جمهوری در زمان در وزارت ها و حکومتی در... که 50 درصد در دست منظور حکومت بود یعنی فساد در سطح ادارات بود اما در حکومت وحدت ملی فساد به موج دوم رفته از موج اول یعنی از فساد مالی به فساد اخلاقی کشانده شده دی حکومت هم سهم دار است آقای عبدالله <applause> بله بله در همین حکومت در همین حکومت یعنی انتقاد متوجه آقای عبدالله هست خب ببینیم مگر ما گفتیم که اینا روی همکارای خود تجاوز کنن مگر ما گفتیم روی کسایی که اینا رأی برشون دادن از اونا حمایت کردن در ادارات اومدن به اونا همکار ان تجاوز کنن خب اینا کردن مگر دکتر صاحب عبدالله نگفت که تحقیق بشه در کجایش در کجای مسئله شرکت کردن اقدام چرا نکردن خب اقدام اقدامات شما میفهمیم قانون هست چگونه آقای دکتر صاحب عبدالله وزارت عدلیه در دست شماست وزارت بله اما این قضیه به مربوط به سارون ولی و محاکم میشه نه وزارت عدلیه وزارت عدلیه یک لایه وظایف و یک کار جدی دیگه داره که کارش این مسائل نیست سارون ها باید راجع به این موضوع تحقیق کنن و در نتیجه کشیده بشه به محاکم عدلی و قضایی که هر دو شما شما زیر بر بر نهادهای عدلی و قضایی نداریم, نه، نداریم. ما زیر کنترل انحصاری خود رئیس جمهور است که اتفاقا استفاده ابزاری هم از اونها صورت میگیره یعنی خب، هم نیستن در خب ببینیم این آدها ابزاری شدن این آداب، یعنی یعنی با, کامل... با شدت کامل دقیقا با کامل ابزاری شدن بله شخصیت ها و افراد مستقل در محاکم وجود داره که گاه شما شاید قضاوت های عادلانه از اونا هستیم پرسش اصلی با چند هزار منتظر بیشتر مدرسن. بله اول این روایت صحیح داره از حکومت و از قدرت به مردم سالاری باور داره دو این تیم برنامه داره برای مردم همیشه با مشکلات در کنار ملت بوده هیچ کدوم از اعضای تیم متهم به فساد اختلاس رشوت ای ای نیان اعضای که در... در انتخابات میگن که شما کم از کم برنامه اقتصادی ندارین و گفتین پس از پیروز شدن در انتخابات مشاورین در زمینه کار ما ارائه کردیم <applause> برنامه اقتصادی خود سر پیش در وسط خودم شخصا در اوتل انترنتل ارائه شد امکارای شما وجود حضور داشتند نمیفهمم چه چی مقدار اون رو منعکس کردن یا منعکس نکردن ما بیترین منشور ممکنه ارائه کردیم و ازوق اون که قابل دفاعی خب. منشور ما دارای سه مهوره بله بر خب. <applause> بله. 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 اه اه خب گفتیم ما برنامه داریم برای از ما بسرد. تجربه حکومت داری داریم در بسرد. حکومت بعدت ملی تنها با تئوری نمادیم که حکومت کنیم بسرد. ما تجربه گسترده داریم در حکومت بسرد. داری <تصفح> تیم ثبات و همگرایی با چه هدف و از این تیم حمایت میکنن خب انگیزه ها بیان شد مردم چی میخوان اول مردم ثبات سیاسی میخوان مردم امنیت میخوان مردم حکومت داری میخوان مردم توسعه میخوان حکومت ها تا اصلی دارن که روی سه تا کارویجی اصلی ما برنامه های بسیار دقیق را کردیم اول امنیت است ما یکی از میوره های ماست از برنامه های ما تنها نیست از برنامه های ماست امنیت دوم حکومتداری است و سوم مسئله شوسی است در هر زیر هر کدام از این میورها باز ما برنامه ای رای کردیم که 13 برنامه است. یک مثلا میخوایم بگم که منشور ثبات همگرایی به گونه مدون شده که فردای که حکومت شروع بشه تکلیف هر شخص از مقامات بلند پایه از رئیس جمهور گرفته تا آخرین وزیر مشخص اینا سرگردان نمیشن مثل حکومت درباره حامیان شما انتقاد و پرسش ها و حتی اتهام ها و پرونده ها در کار هستن آقای دوستم از حامیان سخت تیم ثبات همگرایی متهم است و, و پرونده داره در حکومت. هیچ گونه نتونستن رئیس اثبات کنن. با تمام در با تمام قدرت و قوت خب شما قضیه و داستان خبر دارین اما چیزی که به حکومت وحدت ملی به سایر نیروها هم نیرو هم برمیگرده اینا با تشنج اما خلاف تعهداتی که با خود آقای دوستم داشتن خلاف تعهداتی که با سایرین داشتن عمل کردن سوال اینجاست اتهام اتهام تثبیت نشده چرا پرونده باز است. دقیقا گپ هم گپ همیست. اگر یه تام تام از خود در روز کار داره بره تثبیتش اصلا اونا گپشون چی است گپشون فساد است معاون اول نمیخوان که جلو فساد رو بگیره در اونجا میخوان جایگاه معاون اول خالی باشه یک نفر حکومت کنه اگر ما حتی نام بردن کلمه حکومت برای حکومت وحدت ملی امکنون درست نیست حکومت از روال عادی خارج شده به یک اداره تبدیل شده معاون اول وجود نداره معاون دوم در حد یک سکرتر یک, س... یک سکرتر تبدیل شده که هیچ سلاح سلایت از او اعطا نشده سایر افراد صلاحیت ندارند وزرا سرایت ندارند نقش وزیرا به مشاورین داده شده نقش نقش ادارات کمیسیون ها داده شده اینجا یک اداره است نه حکومت تشکر بسیار کوتاه آقای عثمانی کسرت چهره ها در دست انتخاباتی ثبات همگرایی درباره آینده حکومت در صورت پیروزی پرس شایره با بار آورده مثلا تقسیم قدرت نمونه هم کرسی یا در نظر گرفته شدن کرسی ریاست اجرایی در دست انتخاباتی سبات و همگرایی است این مسئله واقعا نگران کننده است خب این کار نمی کنیم که اما وقت تعداد افراد و چهره ها زیاد میشن اما هماهنگی اول بین رهبران سیاسی و چهره های تکنوکرات یک به یک مشکل تبدیل میشه ولی همون گروهی که میتونه این گروه ها به دور خود جمع کنه ما قدرت هم داره که اینا نگاه داره با سابقه افراد مهم است م... سابقه عبا افراد مهم است فراتر در کار است را که شما درباره صحبت میکنین زمان پنج ساله داشته تنها در حکومت خب ما دقیقاً او ای ای بر اساس مسئلهت در امو به وجود آمد و قرار بود که این مسلحت به یک برنامه دائمی تبدیل بشه او برنامه دائمی تبدیلی اما ایجاد نخست وزیری در افغانستان کنشت. و اجرای کار و تقسیم کار بین حداقل دو نفر و تمرکز دهی از قدرت چیزی که امروز فساد به وجود آورده تمرکز مطلق فساد مطلق به آخو وجود بس ریاست اجرایه در قانون اساسی جایگاه نداره شما میخواین با انتخابات مصلحتی برخورد بکنین ما اخو گفتیم که اما شکلی از حکومت داری که فعلا هستی شکل قبول نداریم ما خب مدل جدید خود را, را, را کردیم اما مدل باید بر اساس قانون مو خب مدل خب گفتیم که مدل به خاطر ای که مدل کار آمده ما میخوایم که قانون اساسی را تغییر بدیم خب شما انتظار دارین اول مدل شما دایجار انتظار دایجار دایجار دارین بعدا قانون را تغییر بدید قانون تغییر بکنه در, مطابق این قانون اساسی مدلی که کارآمد باشه در افغانستان نمیتونه به وجود بیایه اثبات شده در طول 18 سال گذشته پس خب شما میخوایم که اساسی را تغییر سپس مدل ایجاد دقیقاً اگر ما میخوایم که یک حکومت داشته باشیم که او فساد مطلق باشه درو نمیفهم بی‌نظمی باشه بی‌امنی باشه عدم باشه حکومت اما اگر حکومت داشته که در او این عناصر این وظایف ذاتی به خوبی پیش در حکومت داشته باشیم که مردم سالار باشه تمرکز قدرت در او نباشه باید ما مدل جدید خود ارائه کنیم بالا فراتر از قانون خب اساسی هم از اگر ما مدل اگر ما مدل ارائه نکنیم مدل خود ارائه نکنیم برای این مردم پس مردم به چی چیز ما رأی بدن این که اگر رای مردم شما روز شنبه شم پیروز شوین و یک شنبه یا در روز بعدش کار را آغاز بکنین یا ست در چارچوب حکومتتون ایجاد بله، این تغییر ای ای مسئله گفته شده از صلاحیت های تعیین رئیس اجرایی از صلاحیت های خود رئیس جمهور است که میتونه مطابق قانون اساسی ولی مسئله اصلی تبدیل از او به صدر اعظم و نخست وزیر افغانستان است که او باید در او مسئله قانون در رابطه با او در نظر گرفته شده وقت, وقت ایجاد دارم. ریاست اجرایی صلاحیت رئیس جمهور است پس مداخله باید هم مدیریت کارخواهش هم میتونه در دست رئیس جمهور باشه چرا پس شکایت دارین از برخود آقای غنی با اینجا. کارهای ریاست تجرایه خب تفاوت اینجا باید تفاوت قابل درکه ما در اون انتخابات پیروز شدیم ما در اون انتخابات رای مردم رو را گرفتیم ما بر اساس رای مردم اومدیم ریاست اجرایی بر اساس یک تفاهم نامه این مدل ما ترتیب دادیم مدل ریاست اجرایی فیلی با مدل ریاست اجرایی قبلی صد فیصد در ریاست اجرایی کنونی چی است بسیار کوتاه خب اول ما خبر شما گفتم در بحث ثبات خب سباد در حکومت یکی از مسائل است ببینید عمده عمده دست یک اجازه اجازه بدهید یک جمهور اجازه بدین اجرایی با یک چلاک انداز و همون کارها و حتی حابیان آقای عبدالله نزدیکانش گفتن که آقای عبدالله نتان سر ریاست اجرایی خوب مدیریت بکنه و حق را بگیره خب اونا به نظرشون احترام داریم ببینیم بزرگترین دستاورده افغانستان چی دستاورده است؟ خود رئیس جمهور میگه بندر چابهار مگر از دستاورده کیست؟ مگر از دستاورده تیم رئیس جمهور است؟ وزیر, وزیر تجارت وزیر رئیس جمهور بود بند سلما مگر ما جزء تیم رئیس جمهور بودیم بارها ما گفتم که اگر اختلاف بین ارگ و سپیدار وجود بیاید در حکومت گفتم که ما از ارگ اطاعت نمیکنیم ب... سایر کارار شما سایر مسائل دستا... دستاوردهای عمده کشور رو اکثرا مربوط متعلق به تیم ریاست اجرایی است تشکر فرصت بسیار اندک از خوی عثمانی میخوایم که صحبتتون قط میکنم گزارش از پیوستن چهره های تازه در دست انتخابات سبات و همگرایی رسیدند آقای قانونی آقای خان اسماعیل خان و آقای نور شامل چهرهها هستن مذاکرات با همه اینها ادامه داره گفتگوها ادامه داره هم از طریق ما هم از طریق سایر دوستایی که تشکر. علاقه من به هر دو طرف هستند، ما امیدواریم که همه اینا بپیوندن به ای و با ای پیوستن تیم ما بیشتر از گذشته تشکیل میشه گرچه در, در کارزارهای انتخاباتی و شکایت ها در این مورد بیشترین شکایت ها متوجه دست انتخاباتی شما و دولت ساز است امکانات دولتی را استفاده کردیم یک شکایت علی مصبت شده هیچ شکایت نه هیچ شکایتی وجود اما نداره که کمیسیون میگه که کمیسیون رسیدگی به شکایت ها که بیشترین شکایت ها متوجه دو دسته است با... یک شکایت کمیسیون نشان بده شکایت یک شکایت علیه ما تاکنون دو شکایت کردو یک وضعیت داره هم... استفاده از امکانات نه. دولتی استفاده از امکانات دولتی نیست کمیسیون فرصت بشورنده کس میخوام بسیار کوتاه بفرمایید نگرانی در باره وجود مشکلات یا کاسی ها در کار کمیسیون برای برگزاری انتخابات وجود داره بله ما بعضی از نگرانی داریم که کتاب اون نگرانی رو هم کردیم در روز شنبه عدم امانگی در بین خود کمیسیون است مرادان عدم... از دارالانشاء و کمیشنران است خود در بین خود کمیشنران و عدم پاسخگویی ریاست خود کمیسیون به کاندیداها درخواست ملاقات میکنیم قابل متاسفانه, متاسفانه درخواست ملاقات ها ما حتی اونا پاسخ نمیدن ما نمیفهمیم چرا استخدام های چرا, چرا اعتراض شما در خب اعتراضات ما انجام دادیم حتی در کنفرانس مطبوعاتی در هفته گذشته هم گفتیم مجددا هم, درخواست, هم درخواست ملاقات کردیم که نگرانی های ما جواب بدن تشکر. خود کمیسیون یک کلمه میخوام اضافه کنم که از ریاست جمهوری درخواست تزیید ده کرده در صورت که این مخالف اصولنامه بودجه است و رئیس جمهوری دشکر. رو تایید کرده هر دو کار غیر قانونی انجام دادن ما میخوایم از ریاست کمیسیون بشنویم که چرا این کار این کار انجام شده در مراکز بسته که به تازگی هم اعلان شده یک بخشش نگرانی وجود داره و نیاز به وضاحت بوده وضاحت داده شد تو کنون از نه متاسفانه همین موضوع هم یکی از موضوعاتی است که نگرانی های ما را زیاد کرده چندین مرکزی که ما بررسی کردیم در دفعه گذشته مراکزی بوده که آرای ما بسیار زیاد بوده و فوق العاده آرای ما زیاد بوده و این اعتراضات انجام شده و به کمیسیون گفته شده حتی تماس تلفنی هم مکررن شخصا خودم هم درخواست به دست آمدن تضمین و اطمینان انجام یا نه خب ما میخواهیم که اول توضیح از اینا رو بشنویم که چرا این کارها انجام شده بعد با نیروهای امنیتی صحبت بشه که واقعیت این مناطق جزء مناطق بلک یا مناطق سیاه هست تشکر. یا نیست تشکر آقای عثمانی رئیس کمپین های دست انتخابات سبات همگرایی از که وقت گذاشت تشکر از شما و تشکر از بیننده های گرامی همچنان که دنبال ما کردن